سلام به عزیزان دلم، دوستانم که در این ساعت روز همراه بنده هستید. قرار من توی این ویدیو این بیماری رو معرفی کنم، راه‌های پیشگیری از این بیماری رو خدمتتون عرض کنم و اینکه اگر درختتون مبتلای به این بیماری شد چطور ما میتونیم بهش کمک کنیم، چطور میتونیم اینو درمان کنیم، اون دارویی که استفاده میکنیم، عناصری که استفاده میکنیم، تمام قارچ‌ها رو و عوامل باکتریایی رو از بین میبره، اونها رو کنترل میکنه. در فصل پاییز و زمستان ما دو مرحله تا سه مرحله از قارچ‌کش استفاده میکنیم و اون قارچ‌کش درختمون رو محافظت میکنه. بیماری‌های باکتریایی و قارچی روی پوست درخت، روی جوانه‌ها و وقتی که درخت بیدار میشه و رشدش رو شروع میکنه روی برگ‌ها به این صورت، به صورت این لکه‌ها دیده میشن و بعد از اینکه این برگ‌ها روی زمین میریزن، عامل قارچ و عامل باکتری همراه اینها باز به زمین منتقل میشه و اینجا زمستان گذرانی میکنه و مجدد در بهار با بیشتر شدن رطوبت گسترش پیدا میکنه و به میوه ها هم حمله میکنه. میوه ها هم به این شکل میترکن، سمخ ترشو میکنن، به سرشاخه های جوان حمله میکنه، مثل این نمونه به سرشاخه های جوان حمله میکنه. ما اگه بخوایم به طور صحیح هرس بکنیم، وسط تاج درخت خالی باشه، مثل این درخت ببینید میوه ها همه سالمن و دچار بیماری نشدن، داخل درخت خوب نور میگیره، حتی محل زخم به جا مونده از قطع کردن پاجوش رو هم که مشاهده میکنید بیماری بهش نگرفته، سرایت نکرده. زمانی که رطوبت بیشتر بشه عامل باکتریایی توی ترکهای تو پوست و تنه درخت شروع میکنه به فعالیت و خیلی زود بافتهای گیاه رو تخریب میکنه. حالا این ترک ها به چند علت میتونه به وجود بیاد، یا ترک ها به خاطر تنش دمایی تو سرمای شدید و گرما و خشکی میتونه این ترک ها ایجاد بشه که من یکی دو تا ویدیو جلوتر یک محلولی رو معرفی میکنم بهتون که توی این فصل حتما باید استفاده بکنید و از تنش ها جلوگیری بکنید. برای پیشگیری ما نهال هایی رو استفاده بکنیم که با اون منطقه و اون آب و هوا همخوانی داشته باشه. از طلوع خورشید تا غروب خورشید همیشه نور وسط راهروها باشه، یعنی بیشترین تابش نور به درختها رو داشته باشیم. اینجا مثل این نمونه ای که داریم با حسب این تنجوش و میام بالاتر با این شاخه رو حذف میکنم، این شاخه رو حذف میکنم، اینم بغل همون یکی بود. خب حالا دیگه کاملا نور به تمام مرکز درخت میتابه، به میوه‌ها و شاخه‌ها. ببینید تا این پایین همه جای درخت رو نور خورشید میتابه. درخت توی همچین شرایطی به ندرت درگیر میشه با بیماری های قارچی. پاجوش ها و شاخه های پایینی رو هم حذف کردیم، قشنگ نور به همه جای این درخت نور میرسه، به زمین حتی نور میتابه. در این مرحله ما چیکار میکنیم؟ ما با کجبیل این علف ها رو هم حذف میکنیم، روی زمین و روی خاک رو یه خورده میتراشیم، 5 سانت، 10 سانت، یعنی بیش از 10 سانت هم دیگه نباشه، بعد اون دیگه ریشه. یه 10 سانتی ما این خاک رو زیر رو میکنیم، این علف ها رو از بین میبریم. این باعث میشه که هم لونه حشرات خراب بشه، مورچه ها که
خیلی آسیب میزنن به درخت، اونها از اینجا فراری بشن و هم خاک خشک میمونه، سطح خاک همیشه خشک میمونه. این زیر رو کردن خاک باعث میشه که اون رطوبت پایینش هم حفظ بشه. شما بعد یه مدت که بیاید این خاک رو یه خورده کنار بزنید، میبینید که اون زیر خیلی خوب رطوبت داره. این علف بلفا رو اینا رو همه رو به این ترتیب بزنید، 2 متر از درخت فاصله بدید، گودال بکنید، این علف ها رو توی یه گودال چال بکنید. اگه یه مشت آهک هم روی این علف ها بریزید دیگه نور علن نور میشه. خب حالا میریم سراغ درمان. همونطوری که گفتم ما باید اینا حرس بکنیم تا به این نور بتابه. اما اگر یه شاخه مثل این بغل جایی که زخمی هست و شیر پس داده دارید، اینو از ته قطع نکنید، فقط این شاخه ها رو به این صورت بزنید، این برگ ها رو حذف کنید که نور بهش بتابه. وقتی که درمان تکمیل شد میتونید اینو از ته قطع کنید. حالا این کار رو نکنید، برای حذف شاخه ها و هرس کردن درخت هم زیاده روی نکنید، باید نور به صورت لایت بهش بتابه و بیشتر وزش باد و گردش هوا اینو خشک نگه داره. اگه تمام طول روز هم مدام به این تنه درخت آفتاب بخوره مستقیما، اون آفتاب اینو میسوزونه، دیگه نیاز نیست که ما اینو درمان بکنیم. حالا ما برای درمان بیماری میخوایم شروع بکنیم. برای درمان بیماری یک کاردی رو که قبلا ضدعفونی کرده باشید رو بردارید، این قسمتی که درگیر با بیماری هست رو بتراشید، این سمق رو بکنید، اگر شما بخواید بیخیالی تا بکنید باش، این پوسیدگی گسترش پیدا میکنه و این درخت رو از بین میبره. یکی از نکات مهمی که باید شما قبل از هر کاری در نظر بگیرید اینه که نهال از جایی تهیه بکنید که نهال سالم بهتون بده، روی هر چیزی پیوند نکرده باشن اسمشو بذارن نهال. شما نهال از جای مطمئن تهیه بکنید، این اتفاقها براتون رخ نمیده. کاملا بافت مریض رو بتراشید، اصلا نگرانم نباشید، پوستشو که میبینید قهوه‌ای شده، این پوست مرده، پوست سالم باید سفید و سبز باشه. به این ترتیب بعد درخت خودش رو بازسازی میکنه، خودش رو درست میکنه. تا این داخل درخت همین شکلی، تا این وسطش هم همینطوریه. حالا خوشبختانه من تو مزرعه‌ام همین یه دونه رو دارم، چون اینو من قبلا دیده بودم که اینجا شروع کرده داره سمق میده، سمپاشی نکردم که یه نمونه داشته باشم دیگه. من بیام کت و شلوار بپوشم، بیام جلوی شما وایستم فقط سخنرانی بکنم، خودم نمیپسندم اونو. هر طوری شده باید یه سری درخت بیمار داشته باشم. ببینید خود درختم از اینجا شروع کرده داره پوست جدید میده. وقتی پوست مردش رو در میارید خودتون مشاهده میکنید. پوست سبز که رسیدیم، وقتی رسیدیم به پوست سبز دیگه تمامه. به این شکل تمام پوست مرده و سمق و قسمت‌های بیمار رو تخلیه کنید تا بافت سالم در بیاد. چوب سالم، پوست سالم که سفید و
سبز هست. این قطعات بیماری که جدا کردید رو هم جمع کنید، اینجا رها نکنید، اینو همه رو جمع کنید، اینا رو بسوزونید، حتما اینا رو بسوزونید. خب بعد اینکه اون لایه های بیمار رو، قسمت های مریض رو پوسیده رو کنار گذاشتید، با محلول برد فیکس اینو بشورید. من اسفند ماه و اول بهار یادآوری کردم، گفتم حتما این کار رو بکنید برای درختانی که سالم هستند. شما بیایید شستشوی تنه درخت رو انجام بدید و یک بار محلول پاشی رو انجام بدید، تنه درخت رو رنگ بزنید. اگه تنه درخت رنگ بزنید دیگه درگیر با بیماری های مثل این نمیشه. حسابی تمیزش کنید. یه چند ساعت موند و هوا خورد و خوش شد. حالا ما چی کار میکنیم؟ میتونیم به چند روش بعد این اقدام کنیم. در روش سنتی از همون محلول بردوفیس استفاده میکنن، با یه فرچه اینو آغشته میکنن، حتی بعضیا با پارچه اونو میبندن، که من پیشنهاد نمیکنم. همون شستشویی که کردیم کافیه. حتی ما بعد این میتونیم فسفیت پتاسیم تهیه بکنیم، یه محلول پاشی بکنیم، با فسفیت پتاسیم این قسمت‌ها رو خوب آغشته بکنیم. هر چقدر من از مزایای فسفیت پتاسیم و استفادهش توی این فصل بگم کمه. من براش یه ویدیو تخصصی فردا میسازم و بهتون کاملا توضیح میدم که اصلا چی هست و چرا باید استفاده بکنید. اما روش سوم و کاربردی اینه: رنگ تنه درخت. این رنگ مخصوص این کاره. استفاده این رنگ در باغبانی خیلی خیلی اهمیت داره. این رنگ هم پیشگیری انجام میده، یعنی اگر شما بخواید این رنگ رو سالی 4 مرتبه روی درخت ها بزنید، حداقل این کار رو بکنید. با یک بار زدن شما رضایت ندید، چون این بعد یه مدتی اثرش کمتر میشه. اینو هر فصلی یک بار شما تکرار کنید. وقتی از فصل بهار میرید به تابستون یه بار بزنید، از تابستون میرید به پاییز یه بار دیگه بزنید. پیشگیری بکنید که دیگه برای درمان اقدام نکنید. و روش دیگری داریم برای کسانی که خارج از ایران زندگی میکنن، دسترسی به یک سری از این داروها ندارن. من یک ویدیو تخصصی بعد این میسازم، برای شما توضیح میدم با چه مواد ارگانیک و دستساز شما میتونید این بیماری قارچی رو در درختان مهار بکنید و حتی بتونید پیشگیری انجام بدید و در مواقعی بتونید درمان هم بکنید. شدنیه. ما میتونیم از مواد دیگر استفاده بکنیم اگر دسترسی ندارید. یعنی تا زمانی که بتونید این داروها رو که میگم رو تهیه بکنید، از همین داروها استفاده بکنید. در غیر این صورت اجباره و چاره نیست، نمیتونیم هم تماشا بکنیم نهال هامون از بین بره. درخت رو به این صورت کاملا رنگ بزنید. به این شکل. و در پایان هر سوال دیگری اگر در ذهنتون هست بپرسید، من توی کامنت ها حتما جواب میدم. اگه یک روز هم دیر بشه یا دو روز هم دیر بشه، به هر علتی وقت نکنم، به محض اینکه فرصت کنم و کامنت ها رو ببینم جواب میدم. یعنی شما خیالتون از جواب دادن همه سوال ها راحت باشه. همچنان این گل های زیبا رو هم تقدیم میکنم به وجود زیبا و با ارزش شما. همه تونو از ته دل دوست دارم و برای من خیلی با ارزشید که تا آخر ویدیو همراه من بودید. روز و روزگار به کامتون باشه.